سفر پر از قصه ها و خاطره هاست. کافی اهل سفر باشی. اون وقت راه تو را میخواند. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که در ساحل دریا و دامنه البرز جا خوش کرده. سرزمینی که برای درخشش فصل نمیشناسه، آفتاب عالم تابه و شوق سفر که هرگز ازم جدا نشد. گلستانم آرزوست. این منظره ای از گنبد کاووسه، بلندترین برج آجری دنیا در دل شهری به همین نام. در گنبد حدود 350 هزار نفر جمعیت زندگی میکنه و این شهر با همین نام در قرن 11 میلادی بنا شده. گنبد کاووس در سده اخیر مرکز ترکمن صحرا محسوب شده و بزرگترین شهر استان گلستانه. در محل فعلی شهر گنبد کاووس در دوران کهن شهری به نام هیرکان و سپس گرگان یا جرجان قرار داشته که به دلیل قرار داشتن در راه ابریشم از اهمیت بسیاری در بازرگانی برخوردار بوده. در طول دورانهای متمادی هنگام حکمرانی سلسله آل زیار این شهر پایتخت ایران بوده. در دوران رضاشاه پهلوی در کنار خرابه‌های گرگان باستان شهری جدید با قواعد مدرن شهرسازی بنا شد که گنبد کاووس نام گرفت. نمونه زنده‌ای از دوران پرقدرت گذشته رو میشه اینجا در وجود برج باشکوه کاووس دید. این بنا بلندترین بنای تمام آجری جهانه. بر روی تپه‌ای به ارتفاع 15 متر از سطح زمین بنا شده. در زمان آل زیار که اینجا حکومت می‌کردند، به دستور قابوس ابن بشبیر در سال 375 هجری خورشیدی ساخته شده. یکی از بزرگترین شاهکارهای معماری ایران، با همه شکوه و بزرگی خود قد برافراشته. این بنا آرامگاه کاووس ابن بشبیر. فریدون اونق که دانش آموخته تاریخ راهنمای من میشه. همونطور که میدونیم در حدود 5 قرن اول دوره اسلامی سلسله های مختلفی در کشور ایران حکومت میکردن، مثل سلسله آل بویه که در شهر آل زیار، غزنویان، سامانیان، صفاریان که در این منطقه آل زیار در واقع امارت میکنن و قابوس ابن وشمگیر به عنوان چهارمین امیر در واقع اینجا به امارت میشینه. یعنی در جرجان قدیم، در شهر جرجان قدیم. و ایشون به لحاظ اینکه خیلی علاقمند بودن به مسائل فرهنگی و ادبی، در واقع دانشمندان و علمای مختلفی رو به جهت اینکه در شهر تاریخی جرجان دانشگاه‌های مختلفی وجود داشت دعوت می‌کنن و کار تدریس رو ادامه میدن. این افراد در واقع افراد شهیدی بودن، مثل امام محمد غزالی، ابو علی سینا و به خصوص ابو ریحان بیرونی که در زمینه ریاضی و نجوم شهرت داشت و در واقع کارهای نویسندگی و کتابهای مختلفی داشتن، در احداث این بنا مؤثر بودند. برج گنبد کاووس بنای تاریخی از سده 4 هجریه که در سبک معماری بنا شیوه رازی ساخته شده. شیوه رازی شیوهی در معماری ایرانه که مربوط به سده 5 تا آغاز سده 7، یعنی دوران سامانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان.
برگردان پارسی متن کامل کتیبه های روی برج میگه به نام خداوند بخشنده مهربان. این است کاخ با شکوه امیر شمس معالی، امیر پسر امیر. کاووس فرزند وشبگیر فرمان داد به ساخت آن در دوران زندگیش، سال 397 هجری قمری و سال 375 خورشیدی. و حالا نمایش ذکر خنجر در دامان با شکوه برج کاووس. جنگنده‌ای با نیروی ایمان در نبرد روح در روح، پادشاهی شاعر در نبرد با ابدیت. ببینید هر چیزی که ماندگار بوده در یک قومی ریشه دار بودن و مفهوم اون آیین هست. این آیین یکی از آیین‌های بسیار کهن و پر رمز راز ما ترکمن هاست که ریشه در شمنیزم قبل از میلاد داره. بهروز سغلی سرپرست گروه نوای صحرای گلستان اطلاعات تازه‌ای رو بهم میده. گوک ترک میگفتن در یک برهه‌ای از تاریخ به ترکمن، یعنی ترک‌های آسمانی میگفتن که خدایی هست در آسمان‌ها. اونا یک تا پرست بودن. بعد مراسم ذکر خنجر رو در مواقع مختلف برای مقاصد مختلف اجرا می‌کردن. مثلا در زمان بروز بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان می اومدن آیین رو کاملا استمدادی اجرا می‌کردن. از خدای خودشون می‌خواستن که این بلایا رو از قبیله دور بکنه. بعد در زمان جنگ ها کاملا با اشعار حماسی و حرکت های متحورانه همراه بوده که به سربازاش نیروی مضاعف بدن، روحیه داشته باشن. یعنی حالت همایشی. بله بله. یه شاخه از این آیین برمیگرده به درمان بیماری های روحی روانی که موسیقی درمانی، یعنی همون ساز دوتار معروف ترکمن و طب سنتی درش به اصطلاح اجرا میشده دخیل بوده در این. یعنی هم نیایش بوده. بله. هم حماسی بوده. بله. و همین که درمانی. هم درمانی بوده. از ما ایران ورزش خاص مورد علاقه مردم اون خطه است، ورزش سوارکاری. از دیرباز مورد علاقه مردم گنبد کاووس بود، به خصوص مردم ترکمن. شاید به همین خاطر بود که در 40 سال قبل زمینی به مساحت 120 هکتار رو اختصاص دادن برای سوارکاری. من با سردار آزمون ملی پوش فوتبال ایران ملاقات کردم که اشتیاق عجیبش به اسب رو نمیتونه پنهون کنه. بیشتر این ترکمنان دیگه توی قومشون بالاخره اسبای زیادی دارن و خیلی علاقمندن به این ورزش. خب منم یکی از همون علاقمندان و خیلی خیلی خوشحالم تو جمع این میادین هستم
و امیدوارم که همیشه مثل همینجوری به خوبی و خوشی آغاز بشه و همیشه هم اول بشید. انشالله. هیجان در فوتبال بیشتر یاد اسبواری؟ دوتاشون متفاوته. برای من خیلی هیجان اسبوانی موقعی که اسب مصادره خیلی تپش قلبم زیادتر از فوتبال میزنه. نمیدونم خوبه یا بد، ولی توی فوتبال من چون عادت کردم به این موضوع، اوایلش دقیقا هیجانش مثل اسبوانی بود، ولی خب من عادت کردم به این موضوع و این درک رو دیگه میکنم که دیگه تمرکز توی فوتبال داشته باشم و هیجانه رو من کنترل کنم. توی اسبوانی مسابقات کورس اسب دوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبد کاووس، آقلا و بندر ترکمن برگزار میشه و علاقمندان بسیار زیادی رو به مجموعه‌های سوارکاری این شهرستان میکشونه. شهر گنبد من به دیدن کارگاه معماری سنتی نوای خاک میرم و با خانم مریم علی اکبری آشنا میشم که به همراه دوستانش به شیوه سنتی روکاشی های تزئینی کار میکنن. طرح مورد نظرمون رو روی کاغذ پوستی میکشیم، بعد از طراحی تمام خطوط طرح رو به وسیله سوزن سوزنی میکنیم که یک منافذی ایجاد بشه که بعد از اینکه فوتو زغال روش میکشیم این طرح منتقل بشه روی کاشی که رنگ ازش گذر کنه. بله. رنگ که نه، پودر زغال. پودر زغال رو ما توی دستمال میپیچیم و برای انتقال طرح روی کاشی پودر زغال روی این کار میکشیم و کارمون منتقل میشه رو کاشی که به این روش کپی کردن میگن روش گرته برداری. به این صورت طرحمون کپی میشه روی کار. بعد از اینکه طرح کپی شد، حالا ما باید بریم دورگیری بکنیم، یعنی اصلاحیه انجام میدیم، قلمگیری میکنیم دورشو با مثلا رنگی که داریم قلمگیری میکنیم که بعدن که بخواد رنگ آمیزی بشه این رنگ خودش یک حائلی هست بین رنگ بین خطوط. خیلی باید ظریف کاری داریم. بله. الان نقوش اسلامیه، یقینا برای مساجد یا امامزاده هست. همینطوره، کاری که داریم انجام میدیم برای سردار امامزاده استفاده میشه. با گسترش اسلام در شرق، معماری در این مناطق مخصوصاً بخش تزئیناتش تغییرات اساسی کرد، زیرا آن دست از معماری که خارج از آداب و رسوم اسلام بوده و نماد انسان یا حیوان رو در اون لحاظ می‌کردند باید تخریب می‌شد، چون مسلمانان معتقد بودند هنر باید در خدمت علم و دانش باشه. بله، به درود بر شما. خسته نباشید. توی قسمت از کارمون طرح‌هایی که رو کاشی منتقل کردیم و حالا نیاز هست که رنگ‌آمیزی بکنیم. رنگ‌هایی که تو کار استفاده میشه رنگ‌های معدنی هستن. ما این رنگ‌ها رو از اکسیدهای مختلف معادنی که گرفته شده استفاده میکنیم. یعنی شیمیایی نیستن؟ نه خیر، کاملا معدنی هستن. این رنگ‌ها روی کار بعد از اینکه نقوش روی کار گذاشته شد، این رنگ‌ها روی کار قرار می‌گیرن و یه رنگ‌آمیزی و طرح نهایی رو ایجاد می‌کنن. تفاوتی هم داره رنگ‌های معدنی با رنگ‌های شیمیایی؟ بله، حالا علاوه تخصصیش دمای پختش پایین‌تره، زودتر به حال پخت میشه و در نهایت هم دوامش پایین‌تره. بسیار جالبه. با اینکه صنعت اومده و جای این دستان رو گرفته، هنوزم این عزیزان این هنر رو ادامه میدن. واقعاً عاشق این کار هستیم. 100% همینجوری. اصل هنر همینه. هنر یعنی که از روح آدم تراوش پیدا بکنه و بتونه روی کار بنشینه. زمانی که ماشین بخواد ادغام بشه با این قضیه، مطمئناً اون روح هم از بین خواهد رفت. قسمت نهایی کارمون اینجا انجام میشه، یعنی پختن کار. بله، تمام زحماتی کشیدیم اینجا نتیجه‌شو حاصل می‌کنیم. زحمت این کارم به دوش دایی هست، آقای جاجرمی که مسئول کورمون هستن. اینجاست که میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خام. یعنی تمام زحمات این دوستان ما از طراحی، نقاشی و غیره، انتها شما باید خروجی بدیم. دقیقاً. عرض کنم که نتیجه کار خانم مهندس و دیگر عزیزان وقتی آماده بشه، خشک شد، ما با این کوره باید اینا رو بپزیم و اگر این پخت درست در بیاد ما نتیجه کارمون رو می‌بینیم، در غیر صورت خب همه چی خراب میشه. ببینم.
کوره که ما ازش استفاده میکنیم یه کوره هست به نام کوره رولری، که این رول هایی که میبینید سرامیک نسوز هست، اینا در حال چرخش هست. کار خام ما از اون قسمت که ورودی کوره از شروع میشه و از این قسمت که خروجی است میاد بیرون. همه شیار شده این زمین. بله بله، واسه شهر قدیم گرگان ماست، هم جرجان امروزی ماست. به حال منطقه گفتن دکتر حمید عمرانی باستانشناسیه که عقیده داره برگ های مهمی از تاریخ سرزمینمون از دفتر هویتی ما هنوز خونده نشده. نام جرجان در کتیبه داریوش در بیستون به شکل ورکان یا ورکانه و در وندیداد به صورت ورکانه آمده است. حمدالله مصطفی بنای شهر رو به نبیره سلطان ملکشاه نسبت میده، اما ظاهراً شهر در دوره سلجوقیان بازسازی شده. من شنیدم که سفالی هایی که در این منطقه کشف شد 6 دوره تاریخی رو نشون میده یا بیشتره؟ بیشتره. عدد مطالعاتی که باستانشناسی شاید گفته تو این چند سال اخیر بیشتره، شاید بگم برای مثلا تو 10 دوره هم برسه. و حالا اگه بخوام بشمریم ساسانیان رو ما داریم اینجا. از اولش از ساسانیان. بله. بعد دوره ساسانیان رنگ، ببخشید، خواهش می‌کنم، رنگ سفالشون دیگه رنگ و لعاب داده نیست؟ نه، سفال پیش از ساده و حالا البته دوره ساسانیان لعاب دار داریم، خیلی کمه. دوره ساسانیان دارم زمان کمه، اما خب در دوره اسلامی چون یه تکنولوژی و ساخت سفال به حال خود پیشرفته‌تر میشه، تعداد تنوع سفال بیشتر میشه. از عرب رمش و قمیز ساده داریم، بعد میاد که لابدار که با انوال لاب دیگه به حال. یعنی دوره ساسانیان شروع میشه، بعد میاد که دوره آمریکا. حالا ما سامانیان داریم، سامانیان آل بویه رو داریم، آل بویه آل زیاره داریم اینجا، بعد میگم سلجوقیان داریم، ایل خانان مغوله داریم، ایل خانان تیموریان داریم، بله. بعد صفویه افشاریه و تا زندی تا افشار ما داریم. بعد الان در این کاوش بله به نوعی میخوای خارج کنید بقایایی رو، درسته؟ بله بله، دقیقا درسته. دقیقا کاری که ما میکنیم بودم با چندین روش برای بحث میشه شوخ شناسی آثار میمیری داریم ما. درسته. با روش سنجر هست رو دوره از طریق جیوفیزیکه، اما بهترین روش ما باستانشناسان سالهای سال باش کار تو ایران کار میکنیم کاوش با دسته. کاوش با دست بهترین راه، بهترین راه حل برای بحث الان بین این کاوش. الان خانم بله. دیدن که یه سری سفال ها رو اینجا جمع کردن. بله. خب سفال های شکسته بله به چه کارتون میاد؟ ما این سفال شکسته گفتم ممکنه بیانگوی تاریخ از یک شهر جوجان ما باشه، دقیقا تو کانتکست خود شناسایی میشن. یعنی دوران تاریخیشو به دست میاره. بله دقیقاً شناسایی میکنن دوره تاریخیشو، بعد این سفره جنواری میشه میره توی پشکای سفال. بله. بعد شسته میشه، بعد اینا پشت نویسی میشن، میان انتخاب میشن برای طراحی سفال که دقیقا فرم ظرفا رو بر اساس مون طراحی سفال میشون میخوام بگیم که مال چه دوره‌ایه. آقای دکتر در این محبته من میبینم خط کشی که نمیتونم بگم، تناب کشی شده اینجا. بله. دلیل خاصی داره این تناب؟ ما توی اثر باستانشناسی بهش میگیم پشکای سفال، سفاله که از این کارگاه کاوش هبر باستانشناسی به خاطر واسه همکارمون میاد بیرون، اینا میاد توی پشکای سفال پخش میشه. چون ما صد کارگاه داریم A B C D، هر کی توی نخ یا مسیر خودش بهشون چیده میشه، بعد توسط همکارمون اینا گونه شناسی میشن، از رنگش، نقشش، ساخت دورش بله تفکیک میشه، بعد اینا انتخاب میشه برای شستشو و میشه که کار متعالی سفال بعدی. خب این سفالا در مجموع گذشته از اینکه دوران رو نشون میده ارزش دیگه ای نداره؟ داره ارزش برای باستان شهر، برای باستان شهر خیلی بله بله بله. اینا اسناد ما هم همین سفالا ما باستان شهر، یعنی قدمت این منطقه دقیقاً باستان همین دیگه. به خودم راحت ترین مورد یعنی شما ثابت میکنید به دنیا که آقا چون این مسائل ما داریم، قدمت ما به اون دوره یا تمدن ما به اون دوران دقیقاً همینه. بله. این شهر کهن قرنها مرکز ولایات جرجان، طبرستان و گاهی نواحی همجوار بوده است. ابن اسفندیار بنای آن را به گرگین میلاد نسبت میده. مساحت اون 4 فرسخ و مدتها نشستگاه مرزبانان طبرستان بوده. بله. کلن تاریخ شهر جرجان رو میشه برام توضیح بدید؟ با مطالعاتی که صورت گرفته و از قلب از اتوبه این مثال خدمت هستین نشون میده که شهر جرجان روی میشه که یه قلعه از دوره ساسانی شکل گرفته. بله. بعد با مرور که جمعیت زیاد میشه شهرم گسترش پیدا میکنه. درسته. که حتی معلومه تاریخ هم بهش خیلی اشاره میکنن و حتی میشه که میگن شهر به دو بخش ترکمن نشین و بعد میشه که حالا میشه که شیعه نشین تقسیم میشه شهر ما، شهر جرجان ما. تو بهار گفتم این بعد از بعد از بعد از ورود اسلام منطقه است. بله. قبل از اسلام یعنی در دوره ساسانیان بله
ما یه قلعه داشتیم که وقت مرکزی میشه گفت بعد دورش حصار بود کلش واقعا یه قلعه خیلی حصار داشت خندق داشت که الان مدقن تو شهر مشخص وجود دارن خوشبختانه بله میشه به حال تعفر که خیلی مشخصه به حال گفتم شهر بعد از ورود دین و اسلام به ما ایران خب قبل از ورود اسلام شهر با زلزله ویران شد یا بعد نه بعد از ورود اسلام 618 میلادی است 618 در دوره سلجوقیان میشه قدرت تیموری هم شهر تخریب میشه پس در دو زمانی که اسلام وارد این منطقه میشه شهر سالم بوده به حال این شهر به حال شکل گرفته به حال توسعه پیدا کرده بعد چون شهر گفتم بوده که با نظام مهندسی ساخته شده یعنی میشه گفت که خیابون اونجا فرش داره کانالای میشه گفت که فاضلاب شهری داره چون این نشان دهنده تمدن قبل از اسلام در این منطقه دقیقاً درست اشاره فرمودید وجود بودم آب تو منطقه گرگانی تو زیر شمال شهر و میشه گفت که چلچای تو زیر جنوبی شهر تاثیر فراوان روی میشه گفت که شکلی شهر جوجان داشته که بخاطر اینه که چندین دوره حالا تاریخی رو دوره اسلامی رو بعد گفتم مردش ساکن باشن که گفتم تو دوره ما صفوی تا تیموری افشاریم اونجا آثار داریم خب باز گفتم باز برگردیم به شهر خب گفتم که بعد سیستم فاضلاب شهری خیابون کشی آج و فرشش هنوز بعد هزار خورده سال همچنان سرپا سالمه بعد دانشگاه معتبری که داشته آخر افراد مثل عباد سینا میشکو کبریان بیرونی که درس خوندن خب بخار دانشمند بزرگ در ایران هم هستن و حتی ما مشاوری که داریم تیشن روسی کردیم بازش باره باز 65 نفر مشاوری که توش جورجان درس خوندن علم پزشکی حکیم جورجانی ما تو این شهر بخار میگه حالا میگه درس خونده و آموزش میداد مدون غنی میمند خیلی غنی بود داشت جورجان بگم شاید بگم جزء چهارمین شهر بزرگ دوران اسلامی ماست متاسفانه ما شانس که بودیم تو استان گلستان تو استان خود شمال شهر جان نسبتا سالم باقی مونده اما شهر ری تو دو تین شهر درست میگه از بین رفته همیشه پایان سفرها با خاطرات همراهه چه خوبه که این خاطرات همراه باشه با تلفیقی از موسیقی و رقص ترکمنی که از کار و فعالیت در دریا، مزرعه و نبرد ترکمن‌ها گرفته شده. البته برای سن و سال من این تلفیق تجویز نمیشه.